نامه 24 شخصیت برجسته آمریکا به دبیر کل ملل متحد. همه حقایق نشان می‌دهند که در مورد وضعیت در لیبرتی، کوبلر در بهترین حالت اغراق و در بدترین حالت لاپوشانی کرده و این وضعیت سایه تأسف‌بار روی دفتر شما می‌اندازد. آقای بان کی‌مون، دبیر کل ملل متحد، ما در تاریخ 17 نوامبر سال 2012 نامه‌ای برای شما ارسال کردیم در مورد رنج‌های بیش از 3000 پناهنده ایرانی که اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران هستند و از اشرف به کمپ لیبرتی به اصرار افرادی از جمله نماینده ویژه شما مارتین کوبلر جابجا شدند، با این اعتقاد که به این ترتیب نسبت به سلامت فیزیکی آنها اطمینان حاصل می شود و این امر انتقال آنها از عراق را تسهیل خواهد کرد. این کاری است که ما در آمریکا در هماهنگی با وزارت خارجه مان آن را دنبال کرده ایم و تلاش کرده ایم در هماهنگی با کوبلر کار کنیم. متاسفانه به نظر می رسد که جابجایی به کمپ لیبرتی صرفاً شرایط استقراری ساکنان را بدتر کرده و کوبلر وضعیت کمپ لیبرتی را که حتی مینیموم استانداردها برای یک مکان ترانزیت موقت را هم دارا نیست درست بیان نکرده است. چه رسد به این ادعای او که شرایط در کمپ طبق استانداردهای انسانی بین المللی است. در نامه‌ای به تاریخ 3 ژانویه 2013 نایب رئیس پارلمان اروپا شما را مطلع ساخته است که در سندی از سوی کمیساریای عالی پناهندگان چندین کمبود در ساختار کمپ لیبرتی اعلام شده که طبق آن کارشناس کمیساریا میگوید که نمیتواند انطباق کمپ را با نیازهای بنیادین مانند تأمین برق، تخلیه فاضلاب و تأمین آب تایید کند. اینها همه به ما نشان می‌دهند که کوبلر در بهترین حالت اغراق کرده و در بدترین حالت لاپوشانی کرده است. از آنجا که کوبلر نماینده شماست، این وضعیت سایه‌ای تأسف‌بار روی سازمان ملل می‌اندازد و فقط می‌تواند تصویر ملل متحد را مخدوش سازد و در آمریکا مخالفت‌ها با حمایت از سازمان ملل را بیشتر کند. بنابراین نه فقط از لحاظ انسانی بلکه از لحاظ مصالح سازمان ملل هم لازم است که شما توجه خود را به این مشکل جدی معطوف دارید. ما مصرانه از شما می خواهیم به این نامه جواب مثبت بدهید. اقدام شما در این خصوص می تواند از نتایجی که هیچ کدام از ما علاقمند به دیدن آن نیستیم ولی هر روز احتمال وقوع آن بیشتر می شود جلوگیری کند. جان بولتون، سفیر پیشین آمریکا در ملل متحد. ژنرال جیمز کانوی. فلیپ کراولی، سخنگو و معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا. سپهبد دل دیلی، هماهنگ کننده پیشین ضد تروریسم در وزارت خارجه. هواردین، رئیس پیشین حزب دموکرات، کاندیدای ریاست جمهوری. ژنرال دیوید دپتولا. پاولا دوبریانسکی، معاون پیشین وزیر خارجه. لوئیس فری، رئیس پیشین اف بی آی. نیوت گینگریچ، کاندیدای ریاست جمهوری، رئیس پیشین کنگره. شهردار رودی جولیانی، کاندیدای ریاست جمهوری. دنیس هسترت، رئیس پیشین کنگره آمریکا. ژنرال مایکل هیدن، رئیس پیشین اطلاعات مرکزی. ژنرال جیمز جونز، اولین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما. پاتریک کندی. سرهنگ وسلی مارتین،
فرمانده حفاظت اشرف، سرهنگ لئو مکلاسکی، فرمانده حفاظت اشرف، مایکل موکیزی، وزیر پیشین دادگستری آمریکا، ژنرال دیوید فلیپس، فرمانده ارشد حفاظت اشرف، سفیر میچل ریس، مدیر پیشین سیاستگزاری وزارت خارجه، فرماندار ادوارد رندل، رئیس پیشین حزب دموکرات، تام ریج، اولین وزیر امنیت آمریکا، ژنرال چارلز والد، ژنرال اسکات والاس و آدمیرال گار راید.